آخه چرا؟ برای اینکه من دلیلش رو بهت میگم. گوش نکنم، بگویم. دلیلی نداره که. هیچ پسر بالا برری با دختر پایین برری نمیتونه ازدواج کنه. حالا این همه دختر تو بالا برری، تو چرا عد رفتی میخوای با یه دختر پایین برری ازدواج کنی؟ آخه من عاشق شدم، از خودم عشق در وکردم. تو غلط وکردی. حالا اذیتش نکنی. ببین تو حالا عوض اینی که عاشق یه دختر پایین برری باش، یا عاشق یه دختر بالا برری باش. احسن احسن، بارکالله. ببین چه گوهر از خودشون در وکردن. آخه مگه عاشق شدن الکی بی؟ بابا من که نمیگم الکی، اتفاقا خیلی هم مهمه. تا حالا عاشق اون بودی، حالا بیا عاشق یکی دیگه باش. نه نباشه. چرا باشه؟ نه نباشه. عشق نازنین در تمام وجودم لانه وکرده. من غیر نازنین نمیتونم به هیچ دختر دیگه فکر بکنم. ما که نبه گفتیم که عاشق کسی دیگه ای بشو، عاشق هیچکی نبشو تا آخر عمر عذاب بمون. من بدون نازنین بمیرم. به درک بمیرم. به درک. هیچ پسر بالا برره ای با دختر پایین برره ای نمیتونه ازدواج کنه. بی خودی وقت مورم نگیر. بندازیش بیرون. بگیر. پشو پشو خودت پشو. اگه شما موافقت وکنی بعد هم وری با سردار خان حرف بزنی، اون هم راضی بشه. نه من خودم راضی بشم، نه کسی راضی وکنم. تازه باید خیلی خوشحال باشه که یه بالا برره ای یه پایین برره ای وگیره. تازه اگه خواستن راضی بشم یه هیئت باید بفرستن من راضی بشم. آخه من اصلان شیر بی هم و میریم. سب کنیم بیدم. مطمئنی و میری؟ مطمئن. و درک؟ من نخندی. من عاشق و شدم. عشق در تمام سلول های من و زیتی. دلم براش مرسی. منم همینطور. بی خود بی خود. پرتش بکنید بیرون. بسوزه. پرتش بکنید. خیلی عجیبه. اصلا باورم نمیشه بخش های احساسی و عاطفی در مغزتون رشد نکرده. یعنی چه؟ یعنی دیده رمانتیک نسبت به دنیا پیدا نکرده. چرا میخندین؟ بهترین، زیباترین، برترین حس در دنیا عشقه. سرناز بگم خیلی خوب شد با اینکه یعنی چه ازدواج بکردی. خیلی با حتمید کلی سرگرمه ما بگم. وگو بازم بخندی. بخندین ایراد نداره. وقتی من رفتار شما رو با اون دختر بیچاره دیدم میخواستم از خجالت آبشم چکه چکه برم تو زمین، ولی بعدا گفتم مقاومت کنم شاید بتونم توی شما یک تغییری به وجود بیارم و دیدتون رو نسبت به عشق عوض کنم. اون وقت ارزش و مفهوم واقعی عشق رو تازه اون موقع میفهمی. یه لحظه صبر بکن. ها معلای تغییراتی دارم ایجاد شد با چند لحظه پیش. فرق و کلیدم. شما هم چشاتون رو ببندید. فرق و کلید. و کلیدیم. ها تمام شد. نه اینجوری که فایده نداره و کلیدن. شما باید فکر کنید و از طریق فکر حس در واقع فرق کردن رو در خودتون به وجود بیارید. آها گرفتم چیش. حالا فکر و کنیم فکر. کیانوش ما باید از تو تشکر در و کنیم. تو نگاه ما رو به دنیا عوض و کردی. حالا فقط مونده باید بریم پیش او سردار خان. او رو هم و کلونیم که او هم فرق و کوله. بعد بریم سراغ بوها. به به آقا کیانوش، از این ورا یه مدتی بود پیداتون نبود. امروز هوا خوب بید، گفتیم یه سری به شما بزنیم. امروز کجا هواش خوب بیده؟ خیلی هم مزخرف بیده. خب راستش ما اومدیم که امروز با اتون چند کلمه ای صحبت کنیم. خوب باش هر دو در نکن برو. امروز بلبل زبان شدی نظام. وقتی که گفتند خاک انداز، تو خودتا پیش وی انداز. شیفا آجا خواهش میکنم یکم. آی با ما اومدیم شما مراعات کنید یه مقداری. ما اومدیم امروز راجع به مهمترین مسئله‌ای که در
جهان وجود داره صحبت کنیم. ساکت ساکت. آقیانوش بخواد در مورد پول حرف بزنه. پول چیه؟ خانم یه حرفا چیه؟ ما میخواییم راجع به عشق امروز صحبت کنیم. عشقی بیدی. ببینم این نه که تازه از شهر اومده، جوکای خیلی خوبی هم بلده. آره جوک چی بیدون بر؟ یعنی که یکی یک کاری بر کنه بقیه وخندن وشه جوک. راست مرگوه چه جوک خوبی بید، یکی دیگه در مکن چایی آنش. حرفای من اصلا جوک نیست، حرفای من در مورد مسئله یکی شما مسئله تو برنامه کم داریم. گوش بکنید کیانوش چی وگد، اگه گوش بکنید زیر و رو بشید. زیر و رو رو هستم حتما. خب بگو. ببینید ما میخوایم امروز راجع به عشق، محبت، فداکاری. سردار خان چرا همینجوری نشسته میدین؟ بیان جلوی خلال خونتون دعوا شده. وای 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 آمدم تمام نشه. شما کجا میریم؟ ما اومدیم صحبت کنیم. بعدن میریم با بوا حرف میزنیم. یه مهمتره. وزن! وزن! سلام بوای عزیزم. سلام مربا. سلام مربی. سلام قهرمان از گذشته تا امروز، از امروز تا حالا بعدن. سلام جیگر. چی شده بید؟ خبری بید؟ آمدیم از اینجا یه خواهشی در بکنیم. آخ که من وامیرم برا خواهش. زود باشین و تا نموردم خواهش برکنیم. بله الان خواهش در بکنیم. ما اومدیم خواهش کنیم که در واقع شما برای چند دقیقه که شده اختلافات بین بالا برره و پایین برره رو کنار بگذارید و خالصانه به عشق فکر کنید. چرا؟ بوا گوش بگیر ببی چه بگو. اگه ای کارایی که ای گفت انجام بدین، یک کولیدن عجیبی در شما رخ بدید. یعنی فرق مکولید، درونتون فرق مکوله. او وقت یه حس عجیبی داره که کیف داره تا حالا تجربه نبکردید. آخه من فهمیدم برای فرق پولیدن. الان فرق پولیدن فکنم. بله حالا من برای تو توضیح میدم که چطوری این کارو در واقع انجام بدید. شما بله من فرق بکولید. شما چشماتون رو میبندید و خودتون رو میگذارید جای اون دختر و پسری که عاشق هم هستن و به اونا فکر میکنید. بله کافیه دیگه. چقدر کیف برکردم، چقدر خوب بود فرق کنیدم. بله خوب. الان فرق کولیدین؟ فرق کولیدم؟ خیلی کیف برداشت. خب حالا به ما بگید که الان در این فرق کولیدنتون شما نظرتون راجع به اون دختر و پسر چیه؟ یا با این فرق کولیدن تغییری در شما حاصل و زیتی یا نه؟ نه و زیتی؟ نه. یعنی هیچی؟ هیچ. یعنی هیچ بالا برنه با پایین برنه ازدواج نباید کنه. آخه من همین چند لحظه پیش که شما کولیدین فرقتون رو. خب الان هیچ فرقی نکولی؟ نکولم. هرچه خیلی دوست داشتم ایدم فرق نکولم، ولی نبکنم. میگم چه کار بکنی؟ یه فکری باید بکنی. فکرم شیر فرهاد، تا شما نشسته بدید فکر از خودتون در بکنی. من خسته باشتم یه چرتی بزن. حالا چه کار کنیم؟ من نبدونم. ای وای چیه بشون؟ قبول بکرد. هر کاری کردیم هیچ تغییری نبکرد. هیچ. خب الان چرا وخوابیده به؟ الان یه مقداری مثل اینکه فرق کولیدن، خسته شدن، دارن استراحت در بکنن. بله حالا خوبه وطنه وخوابه. من که تازگی هرچین وخوابم همش کابوس وبینم، همش کابوسای بد وبینم. و سالارخان وشنوی همش کابوس وبینم. قضای سنگین نبخور تا کابوس نبینی. میگم حالا ما شما چه کاووسی دیده بید؟ خواب و دیدم که یه دفعه همه جا سیاه و شد و
بعدش هم حیوونا از خودشان هی صدا در بکردن، بعدش دو تا گاومون و یه مرغمون افتادن و مردن. با شنیدی ما چی گفت؟ شنیدی چه خواب دیده؟ خواب و دیده دو تا گاو و یه مرغمون و مردن. و مردن؟ غذا سنگین و خورده کابوس فهمیده دیده با. نه بدبخت بشدیم. یه مرغ و یه گاومون همین الان وی افتادن و مردن. هیچیشان هم نبید. من نبدونم چرا یه دفعه وی افتادن و مردن. خواب مامان تعبیر شده. یه گاو و یه مرغ افتادن سقط شدن سالار جان. ای بابا شادونت دو تا گاو و یه مرغ دیده بید. این چه ربطی به این داشته بید؟ سمرداد های چه بشده؟ یکی دیگه از گاواتون هم همین الان افتاد و مرد. حالا شدن دو تا گاو و یه مرغ. الان دیگه خوابم تعبیر بشه. کوکول بابام درام. به جان بگور که میخوام اصلا دنیاش نباشه، هممون از تعجب شاخ در آورده بودیم. خیلی عجیب بود. عین خوابش تعبیر شده بود. نه کم نه زیاد. با چه عجیب. باور کردنی نبید. بله بله عجیب و باور نکردنی در عین حال حقیقی و واقعی. وگاه هم شادونه هر موقع خواب ببینه همون موقع اتفاق بیفته. شازدگی خواب ودیده معلومی حالا خوبه. راست بوده دروغ میدار تعبیرم بشده مثلا. خواب کیلو چند بید؟ ولی کیانوش هیچ وقت دروغ نبگه. کیانوش؟ اتفاقا کیانوش هیچ وقت راست نبگه. باور نبکن اونا دروغ بید. اگر راست بگوه بگو یک بار دیگه خواب ببینه ببینم درست در بیاد یا نه. خیلی خوب بابا تان با صدات سنم فکر بکنی چیکار بکنیم؟ هیچ چیکار بکنیم؟ داریم همینجوری زور از پی بکنیم زور از مایی در کیانوش کجا بید؟ معلوم بید خونه بید. حالش خوب بید؟ ازش خبر داشته بیدین؟ تو اتاق خودش دراز کشیده بید. چطور؟ آخه من دوباره خواب و دیدم که یکی از دندونای کیانوش درد و گرفته از خودش نره در بکنه. بابا حالش خوب بید تو خونه بید؟ خواب بیده اتاق جن خرس. چی شده بود هی کار بکنی؟ دندانش یه دفعه درد بگه داره از درد بمیره. بمیره اینه بده دامادت بخوره بعدم بگه فو. خوب شد. ها خوب شد دندونم خوب شد. ها عجب مسکنی بیده بو. اگه مسکنم نبخورد خوب بشد. من خواب و دیدم که دردش فقط یه لحظه طول بکشه عصبی بید خوب بشد. من دونستم. آره یه لحظه طول کشی. این که نباشه. یعنی هر خوابی ببینه درست در ویاد. حالا دو سه روزه که خواب ندیده خوابش تعبیر بشد. تعبیرش هم عین خود خواب بید. راست میگن خواب دیده بید کیانوش دندونش درد و گرفته اونم دندونش درد گرفته بید؟ آه ای که چیزی نبید که همین دیشب چیز کرده همین این چی ها خواب دیده که این مکزیکی اما تشکر بکنه. تشکر بکن؟ گراسیاس سینیور شیر فرهاد. پس خودش چرت و پرت در وکنه باور نبکنه. آخه چرت و پرت چی بید تو علکی وگویی؟ من خودم ودونم همه برای بالا و پایینم ودونن که درست وگوه. حرف مفزن و باش بریم جان نسان. آخه دروغ وگوهن. آخه بلش برکن منو به همه ابنو خود بده. حالا من چی کار وکنم بهتر بیش شادو نخانو. خب سر وکن و رو تی خوابی ببینم سر وکن. خواب ودیدم. تا اگه وقتی وضع زندگیت بهتر وشه باید از خودت محبت بیشتری برای شوهرت در بکنی. خواب ودیدم شوهرت روی یه کاغذی بنویسه از محبت خارها گل وشود. پس ما چی؟ ما باید چه بکنیم؟ خب سب بکن واسه تو هم یه خواب ببینم. سب بکن.
ها و دیدم شما باید گوسالاتون رو وفروشین، خب بعد زمین بخرین و خود وکارین، خب بعدش اگر خوب روی زمینتون کار وکنین 6 ماه بعد زندگیتون از این رو به اون رو بشه. پایین برره یا که هیچی، بالا برره یا همشو باور وکردن، الان همشو منتظر بیدن این شادون خانم چه خواب تازه‌ای ودیده واسه شون. خاک وچو همونمون منده بید که شادون خانم برامون خواب وبینه. کسی که برای ما خواب ندیده بید، شادون خانم پرپریده بید. وای وای کم آوردیم، از پایین برره یا عقب افتادیم؟ نه خیرم، هیچ وقت بالا برره از پایین برره کم نه و یاره. سردار خان، اگه شادون خانم برای پایین برره خواب وبینه، جان نثارم برای بالا برره خواب وبینه. برید به همه بگوید اگر کسی خواست براش خواب در وشه، بیاد اینجا تا براش خواب در وکنی. جان نثار الان خواب بید، نوش نوه چی وگوید. الان هرچی بخواید وعدونی به هم وگوید، بهش وگم که الان خوابش رو واسه تون وبینه. جان نثار چند وقتی افسرده بشدم، چی کار بکنم؟ الان بهت وگوام. چی بشد؟ نه بتونم وگوام. خیلی به خودم وگو. آخه خیلی بد بیدروم نوشد وگوام. در گوش من بگو. چی بشد؟ من بگو. نه باشه گوشی تو برد برگو خب بخندی. یه خوابی هم برای برادر من وبین، با شریکش دعواش وشدن، نه ودونه کارش عوض وکنه یا با شریکش ومونه. ها خب سب وکن، الان برای خود خواب وبینه. نه خواب برادرتو رو ندیدم. سالارخان کجا بید؟ رفتی بید کافه. میباشو قبه چی؟ مگه نه با گفتی سردارخان با من کار داشته بید؟ الان دیگه ویاد جان نثارم. سلام علیکم خان. بفرمایید. خب سالار خان، چیزایی شنیدم که شادون خانوم هیپنوتیزم میکنه، آکروبات بازی میکنه، ها؟ خواب میبینه. قضیه چیه سال آقا؟ اشتباه به عرضتون برسوندم. شادونه خانوم نه هیپنوتیز در وکنه، نه آکروبات در وکنه، فقط خواب ببینه. هر خوابی ببینه درست همچین که درستم تعبیر نمیشه که هم باشه خوبم باشه. اینا همش حرف سالار خان. روی زمین برف سردار خان. آخه اینا دروغه. آخه به جای ماستا دوغه. من میگم حالا اگه راست میگین این شادون خانم بیاد یه خوابم برای ما ببینیم تعبیرش چیه. سالار خان شما اینجا بیدی خیالم راحت وشد. چی وشده؟ هیچی، دو تا خواب بد ودیدم جونم داشت برمیامد. چه خوابی ودیدی؟ هیچی، ولش بکن. بگو ببینم چه خوابی ودیدی؟ آخه من درسم سردار خان ناراحت بشه. نه من ناراحت نمیشم، شما بگو. خب پس خواب ودیدم باد ویومد هفته از درختای باغ سردار خان ویفتاد. اینگه باد نمیاد که درختا رو بشکن. سردار خان چی شده؟ هیچی، من وگو همی هفت از درخت های گردمون وی افتادم.
آخه نظام باد نمیاد که هفت درخت گردمون افتاده باشه. من چه بدونم یکی انگار اونا قبلا اومد وای اومده وبریده باشه، بعد یه باد فزردی که برای من همشون وای افتادن. من چه بدونم. خب شادونا خانوم، خواب بعدی چی بید؟ هیچی، اونو دیگه ولش بکن، اونو دیگه نبکن. نه حتما باد وگی، چی بید؟ نه اون یکی حتما چپ بید، ولش بکن. تو خواب چپ نببینی، وگو وگو دیگه بابا. چرا گریه بکنی، وگو. آقا خواب بدیدم که شما من میری. ولی خب شاید چپ بیده باشه ها. چپ نه، تو خواب چپ نببینی. سالار و مرده، هی هی چقدر زود مرده، هی هی عروس ندیده، هی هی نوه ندیده، هی هی بابا هرچی فکر بکنم اینم زود بید من بمیرم. آخه من زود بید، من جوان بیدم، سویلام از پراگوش در رفته بید، آرزو بداشتم. آخه نتیجم رو نبدیدم، بچه شیفت رو نبدیدم. ای نبگو بوها داری بریا داغ به دل ما بذاری. سالار خان دو سه روز بید که رفتاری دوست شده بید، انگار خودت هم ودانستی که رفتنی هست. نگاه هم مهربان شده بید. مرحوم سالار خان جان، با اینکه مدت مدیدی نیست از آشنایی بنده با شما روانشاد محترم میگذره، ولی در همین مدت کم چنان تأثیری روی من گذاشتید که غیر قابل انکاره. به هر حال من خوبیای شما رو بابا بدن، بهترین سنگ قبر برره رو وسط بسازن. حالا هزینش هم هرچه شد خودم بدن به درک فدای سنگ. کجا بریم؟ برم دیگه، برم از این قصدم یه جا قشم کنم و خوابم. ای وای سالار، قربانت برم. سالا آقا دوری نشده بید، این شطوری بید که بیشه پای همه بخوابه. دیر و زود برم و زود و زود نمیدن شیری پیلا تسلیت در بکنم. حس ندیدم. نه اصلا شما با خیال راحت بمید، اصلا ناراحت نباش. گریه نمکنی سالار خان زنده پمانه. چی بر شده؟ باز خواب دیدیم، یعنی مردم من تمام شده. خواب دیدم که اگر 1000 کیلو نخود خرج مستحق بکنی زنده بمانی. ولی به جا چه کسی که از اهالی براره بمیره؟ کی بخواد بمیره؟ سردار خان. اصلا بی خودی همچون خواب دیده بی؟ مگه خاله بازی بی؟ اون نمیره یکی دیگه جاش بمیره؟ خود سالار خان باید بمیره. فعلا که اون خواب بدیده که زردار خان قراره بمیره. اصلا از کجا معلوم بید خوابش راست بید؟ تا حالا که هرچی خواب بدید هیچ اشتباه در نیامده بید. حالا شما خواب چی دیدی؟ خواب و دیدم که شما کف زمین خانه‌تون افتاده بیدین، اونجا هم همونجا جا به جا تمام کردی. خب شاید حالا نمرده بودم، شاید خوابیده بودم. آره بابا خوابیده بودم. نه و مرده بیدین، و مرده بیدین، برای اینکه هی شاخ شمشاد هی وزادتون شما هم تکانه و خوردین. بعدم شاخ شمشاد گفت خاک و چوک چرا برفتی سردار؟ خب حالا چیکار باید بکنه؟ حالا چیکار کنه؟ برمیرین دیگه. مرحوم سردار خان تسلیت عرض میکنم. شما خیلی نگرانی خودت در نوکن سردار خان، یه چند روز برات عزاداری خودمان در بکنیم، بعدم فراموش بکنیم تمام بشه. مرحوم سردار خان به جون تو مردن اصلا سخت، همون اولش سخت بید، بعد عادت بکنی. من خودم دیروز بعد مردم، بعد زود عادت بکردم. حالا من میگم نمیشه که شادون خانم یه دفعه هم خواب ببینه که ما توش نمیریم. خب حالا سر بکنین زبینه. تلاش فکر کنم. چی شد؟ نه 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 بشه، برای که همش برفک ببینم شرمنده. خب نه حالا
شادونه خانم شما دو مرتبه سعی خودتو بکنم چین. خب آخه خوابم نباید دیگه. حالا یه چرت کوچیک، همین کوچیک. اذیت نکنین سردار. اذیت نکن. من میگم شما باید بخوابی خواب ببینی دیگه. تصویر نوه دارم، ببخشید تصویر نوه بابا بیا خواب خواب ببین بیا خواب خواب نوه ما هیچی نوه گوییم. تو مگه خودت خانواده نداری؟ خب برو به شاخ شمشاد بگو وسط خواب ببینه. شاخ شمشاد، شاخ شمشاد خانوم بیدار شو خانوم، شاخ شمشاد خانوم چرا خوابی؟ بیدار شو دیگه، چریختی بیدارش کنیم بابا. داد نزن بیدار نشه دیگه. شاخ شمشاد، شاخ شمشاد خانوم. چی شده بید؟ چی شد؟ چی شد؟ خوابی که دیدی چی شد؟ خواب بدیدم. خب بدیدم یه قابلمه شلقم بخوردم گرفته بید. سردار خان حوثی شلقم کرده بیدم، برما شلقم بخر بیار. ببینم مردن ما چی شد، ما داریم میبینیم این حوثی شلقم کرده ما با فکر کنم لحظه خدا بسی نزدیک شده بید. شادونه خانم دستم به دامنت، یه خوابی برای من ببین که من تو اون خواب زنده بمونم. قول میدم که جبران بکنم. خیلی خوب، قول نبدم که وشه ها، ولی چون شما یه بار دیگه سعی بکنم، ولی دیگه این آخرین بار بیدا وشه نوشه من نبدونم. باشه باشه، شما سعی خودتو بکن که بشه. خب پس اجازه بدی. چی شو؟ ها؟ یه راه بید که شما زنده بمونید ولی اونم نوشه. چرا نمیشه؟ نوشه دیگه، برای اینکه خلاف رسوم ما بید. آخه مگه شما چی خواب دیدی که نمیشه؟ ها من خواب دیدم که شما اگه بخواید زنده بمونید باید یه پسر بالا برره‌ای پیدا بشه که عاشق یه دختر پایین برره‌ای بشه. خب بعد ما مخالفت بکنیم، بعد شما بیاین هی اصرار بکنید، بعد ما شما رو بندازیم بیرون از خونمون، بعد شما هی بیاین مننت بکشین، هی اصرار بکنید، هی خواهش بکنید، هی تمنا بکنید، بعد اگر ما دلمون به راه بیاد و راضی بشیم اون وقت شما شاید زنده بمونید. ولی اینم نوشه دیگه، برای اینکه نه پسر بالا برره‌ای هستش که عاشق دختر پایین برره‌ای شده باشه و نه اینکه ما راضی بشیم. شرمنده. چرا؟ یکی هست من سراغ دارم، این سالار جانم که من همه رقم در خدمتشم، من قول میدم که رضایتشو بگیرم. قول میدم. ما رضایت نبدیم دیگه. چرا؟ حالا مطمئنی که اگه من با دست پر با هدیه و کادو و این چیزا براتون بیارم چی؟ من مطمئن نبیدم دیگه. چرا؟ من شک در وقت کنم. این چرا؟ عرضم حضورت که باید البته ببینیم البته هدایا چی بید. اون وقت برای اولین بار باید در تاریخ برره یه تفسره در وقت کنیم که بتونه یک بالا برره‌ای با یک پایین برره‌ای ازدواج بکنه. البته برای همین یک بار. دلم درد بکنه، دلم درد بکنه. بخواستی غذا نبخوری، اینقدر خوردی که اینجور بشه. عجب حرفایی بزنی، همه عروسی به غذاش بید بگیره، بقیهش به مفت نبیرزن. ولی واقعا عروسی خیلی خوبی بود، معلوم بود این دوتا جوون چقدر به هم علاقه دارن. واقعا میخوام ببینم الان راضی نیستیم واقعا فرق کولیدین؟ هایی دیگه به تو ربطی نداره دیگه، روت زیاد نکن، حالا بهت خندیدیم. میگم شیخ فراز شنیده بیدم اون هفته درختی که بریده بیدی خشکیده بیده. همش نقشه بیده. وی نقشه چی بید من؟ یعنی ما اینقدر دیوانه بیدیم که برای اینکه یه بالا برره‌ای با یه پایین برره‌ای ازدواج بکنه از خودمان کلک در بکنیم. خواب نمبینه واسه ای بود. خب خواب که دست خود آدم نبیدادم، یه وقت خواب ببینه یه وقت خواب نمبینه. چی بشد باز؟ دلم درد بکنه. میگه چی بشد؟ خب برو یکم بخواب بلکه خوب بشد. باشه برو استراحت بکن. استراحت بکن.
پس ایجور ها؟ سالار خان خوب بدین حالا با هم بریم کی بید؟ جان نثار بیدم قربان وارد بشو سلام در بکردم چی بشده؟ قربان شاخ شمشاد خواب ودیده چی ندیده؟ خواب ودیده که شیر فرهاد از سردرد مثل خرس به خودش بپیچیده موش محکومی چی بگوام؟ برو بو ارباب سردار خان و شاخ شمشاد وگو این کلاکا دیگه ما برامون کهنه نشده